سلام به برای بچه های ساکر پادکست. امروز من به همراه حسین در خدمتون هستیم که پیشبازی دربی دلو مادولینا، اینتر میلان و ای سی میلان رو براتون یه تحلیل مختصر و کوچیک داشته باشیم. حسین جون سلام. سلام ملی جان و امیدوارم که حالا آیتم پیشبازی خوبی باشه. بچه ها با لایک کامنت سابسکرایب بهمون انرژی بدن و شروع کنیم. یکم حالا این پیشبازی میشه طولانی تر هم باشه به نسبت بقیه پیشبازی که ما تو چنل تا الان رفتیم تو فصل جدید ساکر پادکست که شروع شده فوتبالا و درباره تاریخچه تیم اگه بخوایم صحبت کنیم مجید، خب میدونیم که اینتر روی دل میلان به وجود اومده دیگه، اون گروهی از حالا مالکین اولیه میلان که حالا یه سری مشکل با هم دیگه مثل اینکه برخوردن، چند تاشون جدا شدن، اینتر رو شروع کردن به ساختن و اینتری که حالا اینترناسیونال هم اسمش هست به خاطر اینه که حالا یه حالت جهانی تور داره به نسبت حالا میلانی که خیلی وابستگی به ریشه های ایتالیایی داره و حالا اسطوره های شما درسته که اسطوره های ایتالیایی مثل فاکتی و برگومی و بقیه دارید، ولی خب مثلا زانتی آرژانتینی رو دارید تو تاریخشتون و کسای دیگه ای که حضور دارن. داره این میخوایم صحبت کنم. اون آره اون اختلاف به اصطلاح بودن مهاجرایی که از سمت آرژانتین اومده بودن ایتالیا، از بندر جنوا وارد ایتالیا شده بودن و خب جنوا تا میلان زیاد فاصله ای نداره، یک ساعت و نیمه. و خب بعد دیگه بعد از این قضیه مثل که حالا برخوردهایی که نمیدونم نجات پرستانه بوده یا هر چیزی، تصمیم گرفتن که یه ذره بیشتر شکل شمایل بین المللی به باشگاه بدن و تصمیم گرفتن جدا بشن. و لحاظ عقبه خب میلان قدیمی تره، فکر کنم هلوش 9 تا 10 سال قدیمی تره و خب اینتر تصمیم گرفته یه ذره بازیکنان خارجی بیشتری داشته باشه، به خاطر همین هم اسمش اینترناسیوناله شد یا همون اینتر میلان یه شورتش بخوایم بکنیم. و تیم محبوب من از سن 5 6 سالگی به دلیل حالا زنگا و پالیوکا و بعدن روبرتو باجو و تا الان هم طرفدارشم، زنم رو شاید عوض بکنه اما طرفداری تیممونه. چیزای خطرناکی میگی مجید. میخوایی با این سخن کانتونا بود، شما میتونید زنتون رو عوض کنید ولی تیمتون رو نمیتونید دیگه. ولی گفتی دیگه، حرفی بود که خودت دوست داشتی بگی و گفتی. حالا در مورد ترین‌های دربی خودت میدونم که از من اطلاعات خوبی جمع کردی، دوست دارم که با ما در میون بذارید در مورد ترین‌های دربی شهر میلان. والا ترین هایی که الان فقط در حال حاضر دارن بازی میکنن یه لوتارو مارتینز، یعنی بیشترین فردی که گل زده رو داره شفچنکوه با 14 تا، بعد جوزپه میاتسا که 13 تا گل زده، 12 تا برای اینتر و یه دونه برای میلان. و حالا جالبه که اولین بازیکنی بوده که بعد از اینکه از اینتر اومده میلان اون تنشای بین این دو باشگاه رو بیشتر که نکرد، هیچی به واسطه محبوبیتش کمتر کرد. یعنی جالبه تو ایتالیا، حالا شاید مثلا بعضی بازیکن از فیورنتینا بیان یوونتوس از ناپولی، ولی بازیکنه که بین اینتر و میلان الان رد و بدل میشه اون حساسیت بین اینتر و یووه رو نداره یا برای باشگاهی. و خب در حال حاضر لوتارو مارتینزه که با 8 گل زده مطمئنن، یعنی من چیزی که پیش بینی میکنم که آمارش هم خب بهتر میتونه بکنه، اگه فکر کنم 2 سال دیگه تو اینتر بمونه این آمار شفچنکو رو میتونه بشکنه. و خب از لحاظ آمار بازی هم تو 6 تا تقابل آخرشون 4 بار اینتر برده، یه بار میلان و یه بار مساوی شده. و خب اون یه باری هم که میلان برد فکر میکنم اینتر شل گرفت که همون باعث شد که حالا به اینزاگی دیگه حالا دبل دقیقاً دیگه. خب حالا نمی جای مربی نیستیم، شاید حالا طرف مصدوم بوده نفسش دیگه بالا نمیاد، ولی آره بازی 2-0 برده رو به یه جوری از دست دادیم و بعد لیگو به واسطه اون سوتی گلرمون جلوی بازی با رادو سمتوری که اونم حالا آره رادو داستانای خودشو داره که بازی اول به نفع ما فکرم با بولونیا بوده، سمتوری بوده بولونیا که 3-0 به نفع ما شد، تیم حاضر نشد، بعد دوباره حالا نریم سمتش که آره اون بازی خیلی درد داشت، ولی خب فکر کنم چمپیونز لیگ دردش برای میلانیا بیشتر. خیلی خب آره دیگه، اینزاگی انتقام خوبی گرفت. اون سوپر کاپی هم که بعد از جام جهانی بود، خب همین لاتارو کلا بعد از جام جهانی فرمش خیلی فوق العاده بود. و بیایم به حال، بیایم به این فصل، جایی که فقط دو تا تیم تو سری آ هست بازی نو امتیاز گرفتن که دو تا تیمشون به نظر من دیگه حتی تعارف رو بذاریم کنار، بهترین پنجره های تابستونی رو میلان و اینتر داشتن بدون شک، با توجه به محدودیت های مالی که داشتن و کارهایی که میتونستن انجام بدن به بهترین شکل. ماروتا و تیم حالا مدیریتی ای سی میلان بعد از مالدینی تونستن دوتا تیم رو تقویت کنن. در باره خریداشون زیاد صحبت کردیم تو آیتم های ترانسفر و لایپا که میتونن بچه ها برن ببینن.
ولی مجید چیزی که هست اینه که بازم اگه بی‌تعارف بخوایم صحبت کنیم، لاتزیو که واقعا به خاطر چمپیونز لیگ این فصل و حالا تقویت خوبی که نشد اوت میشه توی کورس قهرمانی اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته. یوونتوس که هر روز داره یه شایعه جدید ازش به وجود میاد، از دوپینگ پوگبایی که حالا خودت تو گروه هم شاکی بودی که تو رو نیمکت بودی چرا دوپینگ کردی، از اون بگیر تا آره تا شکایت بونوچی از تیم و کلی ماجرای پرونده‌های قضایی که تیم دارن، شایعه فروش باشگاه توسط آنیلی و الکان ها، تا دیگه ناپولی که حالا رودی گارسیا تا بیاد جا بیفته جای اسپالتی و یکم تیم بخواد به روند خوب برسه زمان میبره و من عملا یه کورس دو اسبه میبینم رقابت قهرمانی این فصل رو بین دو تیم شهر میلان و نمیدونم نظر تو درباره این چیه و من نظرم یکی از فینال های زودرس لیگ این هفته ای چهارم بین دو تیم. دقیقا منم باید موافقم. اینتر 12 تا بازیکن خرید، میلان هم فکر میکنم هلوش 10 تا بازیکن خرید بعد فروش تونالی. خب یه بودجه گیرش اومد که اول فکر میکنم دوستان میلانی از این قضیه ناراحت بودن ولی و بعد از اینم که مالدینی از تیم جدا شد ناراحت بودن، ولی فکر میکنم که خیلی خوب تونستن یارگیری بکنن. به نظر من اگه قرار باشه که با فروش یه بازیکن متعصب بشه 3-4 تا بازیکن خوب دیگه مثلا تو ترانسفر مارکت پیدا کرد، چرا که نه. بالاخره روند زندگی میان بازیکن ها میرن، اتفاقاتی که برای اینتر هم افتاده ستاره هاشو از دست داده. میلان یارگیری خیلی خوبی داشته، اینتر خیلی بهتر داشته، حالا غیر از قضیه تورام که هایجک شد از طرف اینتر، ولی دوتا تیم ترکیب جوونی دارن، میونین سنیشون خوبه. حالا شاید مثلا اینتر دو سه تا بازیکن سمبالا داشته باشه مثل آچربی یا زومر، ولی اینا مقطعی هم درسته، حالا شاید فیکس بازی بکنن ولی اینا در فصل بعد دیگه یالا یا رو نیمکت هن یا تو آینده باشگاه جایی ندارن و دوتا ترکیب جوون خوب و دونده جوری نیستش که دقیقه 60 به بعد دیگه نای دویدن نداشته باشن. نیمکتشون هم به نسبت فصل قبل خیلی بهتر شده، از همه مهمتر اون حاشیه های بیرون زمین رو ندارن. یعنی حالا درسته اون بازی خوب بازیکن توی زمین یه موضوع، اون حاشیه های بیرون که حالا دوربین های خبرنگار دنبالش هستن، اتفاقاتی که مثلا دیشب برای رئال مادرید افتاد، اینا همه تاثیرگذاره. یعنی 60% 70% اون توی زمینه، مابقیشون مدیریت بازیکن خارج از زمین و نذاشتن اینکه حاشیه‌ای برای تیم به وجود بیاد. فکر می‌کنم دو تا تیم خیلی خوب موفق ظاهر شدن و من فکر می‌کنم سه تا تیم اینتر میلان و ناپولی، کما اینکه هفته پیش که گاتزتا با 5 6 نفر که مصاحبه داشته از جمله کاپلو، ساکی، پراندلی، ورون، کرسپو، بارتزالی، همه متفق القول گفتن که اینتر شانس اول قهرمانیه به خاطر ترکیب تجربه و جوونی که داره، دوندگی و تکنیکی که داره، نیمکت قوی داره و رهبری بارلا. اما خب این فشار هم رو اینتر بیشتر میکنه و یه ذره کارو برای میلان راحت تر میکنه چون توقعی ازش نمیره. اما در آخر من با تو موافقم، اینتر میلان و یک نیمگوریزی به ناپولی باید داشته باشیم. حالا آره، ناپولی هم قطعا مدافع عنوان قهرمانی شانس داره و مجید داره برای فرم دوتا تیم صحبت کردیم و فکر کنم موافقی که دوتا ستاره دوتا تیم اگر بخوایم حالا پیش بینی کنیم، خطرناک ترین تو سمت میلان کریستیان پولیسیچه که فوق العاده بوده، سمت راست میلان خیلی خوب راه انداخته، سمت راست میلان که چند سالی بود با پیولی پاشناشی تیم بود به نسبت سمت چپ فوق العاده ای که با تئولیاو دارن، و برای اینتر هم که دیگه کاپتن مارتینز دیگه من فکر نکنم جای بحثی باشه که ستاره اصلی اینتره. و دوباره اینو وصل کنیم به محروم ها و مصدومیت ها که محروم و مصدوم خاصی اینتر نداره، ولی اون وقت فیکای و توموری و کالولو نیستن. توموری که حالا جلوی روم یه اخراج عجیب شد و جلوی کیایر به نظرم لاوتارو خیلی میتونه اذیت کنه میلان. دقیقاً فورمیشن دو تا تیم، خب اینتر با ترکیب 3-5-2 همیشگی بازی میکنه و میلان هم ترکیبش تقریباً 3-2-2-3 یا همون 3-4-3، ولی اون چاره حالت دو تا لایه‌ای داره، یه حالتی از همون 3-4-3 خودمونه. حالا آره مصدوم بن ناصر که خب از میلان مصدومه، باید جراحی بشه و اینجور داستانا، غیر از اون توموری هستش که محروم شده، کارت گرفت، کارت قرمز گرفت محروم شد. کالولو هست که حالا اون پست دفاع وسط رو من نمیدونم میلان رو چی میخواد، مالک چاو و کیایر فقط موندن دیگه براش. کیایر آره، حالا کیایر ولی خب کیایر خوبه ولی خب با سوتیای خودشو
از این لحاظ که نه توپو لو بده، از این لحاظ که یارگیریشو خوب نتونه انجام بده هست، ولی از اون اگه خط میلان، یعنی بازیکن میلان رو من بخوام بگم که سمت چپ خوب لیاو و تئو هرناندز خیلی با هم خوب مچن، واقعا زهر دارن. و خب سمت راست پولیسیچ، اینتر رو که من بخوام بگم که عشق من باستونیه که عالی. اینتر رو میخوای بس کنیم به پیشبینی ترکیب اینتر، ترکیبی که به نظر اینتر آره، میشینه و ترکیب اینتر ترکیبی ها که حتی همون دوست ترکیب داریم. آره 3-5-2، همون 3-5-2 همیشگیه. دروازه ما که مشخصه، دفاع بین دفرای و آچربی با هم، یعنی هنوز تصمیم گیری نکرده چون آچربی مصدوم بود، دفرای خیلی خوب تو این سه تا بازی ظاهر شد، ولی از اون برای آچربی مثل این که رو فرمه، هنوز مشخص نیست، ولی من فکر میکنم ریسک نکنه دفرای رو بذاره. سمت راست و چپ باستونی هست و دارمیان، ولی احتمال داره تو نیمه دوم پاوارد دیگه کم کم وارد میدون بکنه و فضای دربی و اینا آشنا کنه، بسته به نتیجه بازی داره. جلوتر که بیان من احتمال دارم با فراتسی با موقعیت گلی که جلوی اوکراین داشته شاید جای میختاریانو بگیره، یعنی تنها تغییر این باشه. و خب راستی باور نشد میکنم فراتسی صحبت کنیم، من وسط حرف اومدم، فراتسی دو تا گل هم زد جلو اوکراین، چقدر هم اسپالتی ازش تعریف کرد، گفت یعنی مثلا آره پسر بچه نیست و خیلی آدم حرفه‌ایه و فراتسی هم قلبوش جواهره. هم خب بارلاه و به خاطر بارلا هم اومد اینتر و فکر میکنم که آره تو ترکیب اولیه باشه با توجه به اون انرژی که داره و روحیه که گرفته بازی ملی، تنها تغییر همین میختاریان باشه و حالا بین دفرای و آچربی یکی، ولی ما بقیه دیگه دومفریز هست اون بر دیمارکو هست و خب خط حمله هم تورام و لوتارو که باز تعویض مشخصه، یعنی کوادرادو میاد جای دومفریز، آگوستو میاد جای دیمارکو، حالا میختاریان میاد حالا تو بازی یا از بازی خارج میشه و فراتسیس میاد و در مهاجم نوکم، حالا اگه الکسیس سانچز از مسئولیت داشته بخاطر کم خونی، کوادرادو هم یه مسئولیت جزئی داشته ولی میرسن و آرناتوویچ که حالا شاید جای تورام بیاد تو زمین. دیوید کلاسن چی به نظر ممکنه؟ همونجوری که داره پاوارد گفتی کلاسن جای میخیتاریان تعویضی بیاد؟ بعید بدونم کلاسن میختاریان و نه نه کلاسن رو فکر میکنم تو میلان بهش این ریسک رو نمیکنه که بخواد بازی بده، فکر میکنم که آره قرار بستگی باشه به شرایط بازی نتیجه هم بده. داره دیگه. آره اگه جلو باشه آره، بعد فکر میکنم که همین تغییرات آره زیاد و ریسک خب نمیکنه. 4-3، خب مانیان تو گل، دفاع راست کالابریا، وسط خب به ناچار همونجوری که مجید گفت کالولو تو موری نیستن، مالک چاو و کیایر هستن و دفاع چپ که تئوه، وسط هافکشون کرونیچ، لوفتوسیک، تیجانی ریندرز و تا خرید جدیدشون که رو دست کرونیچ خیلی خوب تونستن جا بیفتن این فصل، پولیسیچ، ژیرو و لیاو هم که دیگه ستای بالای زمینن. فقط نکته اینه که من خب به نظرم حالا درسته اینتر میزبانه و میزبانی حالا استادیوم مشترک هست، ولی خب 80-20 دیگه، یعنی 80% اینتریا تو استادیوم هستن، ولی من به نظرم اینتر سعی کنه توپو به میلان بده، یعنی به خاطر اون کند بودن استیمون کیایر و اون سرعت و شتاب بی‌نظیری که لاوتارو مارکوس تورام دارن، اینتر بخواد بازی رو ببره تو بعد انتقال، یعنی بخواد از دیمارکو پشت سر کالابریا استفاده کنه یا از لاوتارو تورام پشت سر کیایر و سعی کنه حالا مالکیت با میلان باشه. یعنی اینتر به نظرم دوست داره بازی به این سبک پیش بره و اینتریا شاید جا نخورن که اگر مالکیت توپ بیشتر با میلان. من بیشتر فکر میکنم تو بازی برگشت میلان میزبانه این کار رو انجام بده، تو بازی رفت اینتر من فکر میکنم از همون جلو پرس رو داشته باشه و دقت کرده باشه تو بازی اخیرم اینتر سعی کرده که تو نیمه اول یک یا دو گل بزنه و خب اینکه حالا شرط بعدش اگه مثل اون اشتباه اون دو سال پیش رو انجام ندن دیگه، میلان وقتی یک دو گل بخوره یه ذره باز راضی برای اینتر راحت تر میشه اگه مثل نخواد بازی رفت صلح چمپیونز بگیره لیگ. باشه. دقیقا دقیقا و خوشبینم به برد اینتر، کما اینکه میلان تیم قوی تری داره نسبت به دوره قبل، اما خب تمام بلیت ها فروش رفته، 75,000 فروش رفته، من نتونستم بلیت بگیرم، خیلی دوستم برم بازی رو ببینم و خب اینتر هم از لحاظ آمار تماشاگرها بعد از منچستر و بارسلونا با 1,790,000 نفر
البته ردش باشه، تعداد همیشه لحاظ تعداد تماشاگر آره رده سوم. فقط من یه چیزی بگم، قبلا های اینتر یه مشکل داشت موقع فیفا ده، خب خیلی بازیکنان آمریکای جنوبی داشت، از کرسپو و زانتی و کروز و کیلی گونزالز و آلمیدا و کوردوبا و رکوبای همیشه برای اینتر مشکل ساز میشه، ولی الان یعنی روند چند سال اخیر اینتر جوری شده که بیشتر بازیکن اروپایی هم، فقط سه تا ما بازیکن داشتیم که آمریکای جنوبی رفتن، لوتارو مارتینز بود و کوادرادو و الکسیس سانچز، که این خیلی به نفع باشگاهه که به خاطر اینکه اون اختلاف زمانی که از جتلکی که میشه بازیکن، الان درسته که بازیکن حرفه‌ای هست ولی از لحاظ آناتومی شما به ازای هر یک ساعتی که اختلاف زمانی داری یک روز باید زودتر به اون حالا مقصد یا مبدأ بری که بدنت آداپته بشه. حالا شما حساب کن تایم 10 ساعتی که اختلاف زمانی شما 10 روز زودتر بیای، که خب طبیعی شدنی نیست، بازیکن حرفه‌ای هم، ولی خب این شانس خیلی خوب و بزرگه، کما این که لحاظ آماری بازیکن اینتر تو فیفا دی بیشتر بازی کردن 1702 دقیقه در مقابل 1223 دقیقه، 500 دقیقه بازیکن اینتر بیشتر بازی کردن. ولی خب از اون برم 4 تا بازیکن اصلی اینتری که خود تو ایتالیا بازی میکردن، بازی آخرشون خود ایتالیا بوده و خود میلان بوده، یعنی مسافته رو نداشتن که بخوان خسته بشن و پرواز داشته باشن. این یه حسن خوبی بوده برای اینتر که بازیکن ها بتونن با هم راحت‌تر به اصطلاح مچ بشن. و یه نکته من فراموش نکنین، دومفریز بوده که تو 7 بازی آخرش 7 تا پاس گل داده، خیلی چغریو داره میره جلو رو من من خیلی انتظار دوست دارم نداشتم از ببینم جدال دون فریز و تئو تو این بازی چی میشه. حالا فصل پیشم که یه دعوایی داشتن و کارت قرمزی بینشون رد و بدل سال شد. به سال سال به سال داره پخته تر میشه. اوایل خیلی هیجان داشت، هوش هیجانیش خیلی زیاد بود، خیلی سریع میخواست توپو بزنه، بعد خیلی گاف میداد، خیلی پنالتی خیلی میداد، هم تعهد ولی دفاعیش پایین بود دیگه، الان خیلی بهتر شده. خیلی داره بهتر میشه، خیلی سال به سال داره بهتر میشه و اون عرق هم به اون پیرنه داره. بازی خیلی خوبیه، 80 بازی اینتر برده، 71 بازی میلان، 67 بازی مساوی شدن. ببینیم 81مین بار اینتر میتونه ببره که اختلاف 10 تا کنه یا نه. شاید گفتی پنالتی، فقط من اینو بگم که میلان تو این فصل تا الان 3 تا پنالتی گرفته، بیشتر از هر تیمی تو سری آ، و خب لیاو تئو خیلی پولیسیش پنالتی ها هم خیلی چیز بودن، خیلی پنالتی ها خیلی نه که بگم بودار، ولی اگه این پنالتی ها علیه میلان گرفته میشد طرفدار میلان قطعا آره قطعا من هیچی نمیگم، فقط میگم اگه این اونوری بود طرفدار میلان خیلی خب حالا من فقط وسط صحبت کردم باز تبلیغ کانال دیسکوردمون هم بکنیم حسین جون، که بچه‌هایی که دوست دارن عضو کانال پرمیوممون بشن حتما حالا با ادمینای گروه با خود پیج لینک و به اصطلاح همه چی کانال مشخصه تلگرام و کانال تلگرام آره، و خب خیلی آیتم های جذابی داریم که بد نیست یه گذری بکنن نگاه کنن شاید خوششون بیاد. آره شروع هم کردیم دیگه، حالا خب شب قبل آره که دیگه حالا ما شروع این آیتم کردیم داریم ضبط درسته. میکنیم، آره خلاصه کاملی از نیمه نهایی چمپیونز لیگ بارسا یونایتد رو بچه‌ها کنار هم دیدن با دوستان دیسکورد پریمیوم. و اینتر هم حالا این رو بگیم که بیشتر کلینشیت رو داشته، 3 بازی هیچ گلی نخوردید، پیش بینی از نتیجه چیه؟ من به نظر نتیجه چند چند میشه؟ توی این 3 تا بازی بالاترین موقعیت گلزنی رو داشته با آتالانتا با 11 تا. من فکر میکنم اگه همه چی خوب پیش بره اینتر میتونه 3-1 بزنه. من انتخابم حالا 2-1 میلانه، که ببینیم یه مخالفتی هم کرده باشم ببینم چی میشه. 2-1 میلان، و فکر میکنم پولیسیچ هم گل بزنه. حالا نمیدونم گلزن اگه یه دونه بخوای پیش بینی بکنی، گلزن اگه یه دونه بخوام پیش بینی بکنم لوتارو، کافیتون لوتارو هست آره، ولی دوست دارم که تورام هم گل بزنه که این های جکت یه ذره سوزشش بیشتر باشه. اوه اوه خیلی الان شروع کرد یه شمشیر از رو بستی برای میلانی از هفته 4. من زیاد کری نمیخوام، بیشتر واقع گرام. مثلا موقعی که اینتر ضعیف بوده میگفتم که من امیدی به برد ندارم، حتی یادتون باشه لایبی که برای بازی با منچستر سیتی داشتین من توقع این قضیه رو نداشتم، چون میگفتی 4 تا میخوره نمیدونم، گریت بیل گفت 5 تا، من گفتم نه بازی اگر اینتر بخواد ببازه رو همون 1-2 هیچه، ولی اینتر خیلی بهتر از من سیتی بازی کرد. ولی این بازی رو من دارم میگم که خب اینتر روی کاغذ تیم داره خوب نتیجه میگیره، بازیکن‌ها چند سال با هم هستن، همدیگه رو چشم بسته پیدا میکنن و اون انگیزه و اون جنگندگی رو تو میتونی
تو چشاشون ببینی که واقعا اون با اینکه قهرمان چمپیونز لیگ نشدن ولی این انرژی که بهشون داده دو برابر قهرمانیه بوده، بله و خب به حریص نظرم حالا بودن رو میتونی ببینی. دقیقا و خب فصل سوم اینزاگی به نظرم دیگه هیچ بهونه‌ای برای اینتریا قابل قبول نیست بدون نه قهرمانی هیچ ایتالیا. بهونه، هیچ دقیقا بهونه ای قابل قبول نیست. دقیقا نیمکت ببخش من خب بزن. نیمکت خوب فقط اینا بگم تا سال 2005 تمدید، تا 2025 تمدید کرد، مبلغ 5 میلیون یورو خالص دریافت، یعنی واقعا هیچه، یعنی آره آره و پسه. خب آره لایو ریاکشن هم که خب بچه ها به دلایلی که بهتر از خود ما میدونن ما نمیریم شنبه لایو ریاکشن بازی رو و مرسی از کسایی هم که درکمون میکنن و همیشه پیشمون بودن توی این 2 سالی که ساکر پادکست فعالیتش توی یوتیوب شروع کرده. با لایک کامنت سابسکرایب بهمون انرژی بدید و تا آیتم بعدی خدا نگهدار. و حتما بهمون بگن که نتیجه بازی چند چند میشه تو کامنت ها بنویسن.